درود بر شما دوستان عزیز، وقت همگی به خیر. شروع میکنیم با هم درس 19 هم از گرامر سطح به آینس رو. امروز میخوایم راجع به در واقع یک بحث جدیدی با هم صحبت بکنیم به اسم ان دکلیناسیون. راجع به ان دکلیناسیون بعد قبلش براتون توضیح بدم که این بحث خیلی بحث جالب و جذابی نیست از این نظر که اصلا وجود این اندکلیناسیون در گرامر زبان آلمانی واقعا حتی از نظر خود من هم یه چیز اضافه است و من نمیدونم چرا این اتفاق افتاده و چرا باید اصلا چنین گرامری تو زبان آلمانی باشه، ولی خب به هر حال ما وظیفه همون اینه که به عنوان زبان آموز همون چی که وجود داره تو هر زبانی رو یاد بگیریم و خیلی نمیشه همه جا براش منطق آورد. مثل همون داتیو، آکوزاتیو، گنتیو، اینا رو که یاد گرفتیم اینم به مرور زمان یاد میگیم. منتها شاید براتون خیلی عجیب باشه این دکلیناسیون توی سطح‌های به آنس و به تسفای دیگه یواش یواش توی متنا میبینید که اچاره اسمی مثلا به جای اینکه به شکل مفرد در حالت آکوزاتیو همونطور قرار بگیره چرا تغییر میکنه، پایانش تغییر میکنه و براتون سوال ایجاد بشه، بخواید اونها رو علامت گذاری بکنید، سوال بکنید، ولی همه پاسخهای این تغییرات مربوط به همین ان دکلیناسیون هست. حالا یعنی چی؟ من اگه بخوام به شکل ساده براتون اینو ترجمه بکنم، یعنی انی که در واقع حرف انی که صرف میشه، خود دکلیناسیون یعنی صرف کلمات. خب حالا صرف کلماتی که با ان در واقع ختم میشه رو بهش میگن ان دکلیناسیون. حالا بذارید مثال بزنم، چون این یه چیزیه که واقعا باید خارج از اون چیزی که من از ابتدای تدریسم از اول آینس تا الان که رو به آینس هستیم دارم بهتون میگم، همیشه بهتون میگم حفظ نکنید که اگر پایانش این بشه این میشه، اگر این بشه، به مرور زمان شما این توی ذهنتون میشینه، یعنی خیلی از کلمات رو هی تو متن‌ها میبینید براتون یکم بیشتر جا میفته، اون هم که جا نمیفته خب حفظ میکنید، ولی تعدادشون تعداد اونقدر زیادی نیست که شما رو بترسونه. من توی سطح خودتون توی سطح به آنس یه سری مطالب رو براتون دسته‌بندی میکنم و خدمتتون میگم که توی این در واقع مطالب چجوری این اسامی تغییر میکنن. پس اولین مطلبی که میخوام راجع به ان دکلیناسیون بهتون بگم اینه که در نظر داشته باشید که اگر ما در جمله اسمی داشته باشیم و آن اسم مذکر باشه و مذکر باشه و آخر آن اسم به ای ختم شود چه اتفاق میفته؟ پس اگه ما تو در جمله اسمی داشته باشیم مثل چی؟ مثل در یونگ، اسم مذکر باشه. یادتون باشه که ما برای ان دکلیناسیون هیچ کاری به اسامی مؤنث و خنثا و در واقع جمع نداریم، ما فقط داریم میگیم اسم مذکر، یعنی آرتیکلش چی باشه؟ در باشه. خب اگر در این شرایط باشه میگه چه اتفاقی میفته؟ اگر اون اسممون مذکر باشه و آخرش ا باشه، یعنی ببینید یونگ در حالت عادی، در یونگ یعنی چی؟ یعنی پسر بچه، خب یا پسر. خب حالا اگه همین در یونگه بخواد بره تو حالت آکوزاتیو قرار بگیره در میشه چی؟ دن. اینو که تا اینجا هیچ مشکلی ما نداشتیم، ولی قبلا تا قبل از امروز فکر میکردید باید بشه دن یونگه دیگه، درسته؟ در صورتی که اشتباه هستش، نمیشه دن یونگه، میشه دن یونگن. چرا؟ چرا نداره، قاعدشه، یعنی اون قانون در واقع گرامر زبان آلمانی اینو میگه که باید این تغییر رو بکنه. پس در میشه دن و یونگه میشه یونگن. نمیتونید بگید ان اضافه میشه ها، فقط باید بگیم که چه تغییری میکنه، یعنی باید حفظش بکنید. چه جوری حفظ کنید؟ از رو دسته بندیش حفظ کنید. اسامی که آخرش به ا ختم میشه اگر مذکر باشه
در یونگه مثلا میشه دن یونگن. تو این تو حالت چی بود؟ این تو حالت آکوزاتیو بود. اگه یعنی خود این اسمه بیار تو حالت آکوزاتیو. اگه تو حالت داتیو باشه میشه دم یونگن داتیو. اگه در حالت گنتیو باشه میشه دس یونگن. این هم میشه حالت گنتیوش. خب اینا رو باید بچه ها حفظ بکنید. هم اول هم بهتون گفتم ممکنه براتون خیلی خوشایند نباشه ولی واقعیت اینه که باید حفظ بشین. اگر پس این مهمه که شما توی ان دکلیناسیون اگه در امتحانتون در سطح بیانس بیاد در این حد میخواد که شما تشخیص بدید که ان دکلیناسیون فقط به اسامی مذکر ختم میشه. در واقع یعنی فقط باید اون اسم مذکر بشه. یعنی اگه اومد اینجا یه اسم بهتون داد که مؤنث رو باید گفت ان دکلیناسیون رو باش صرف بکنید، یعنی تو این حالت ببرید، شما میگین خب این مؤنث اصلا ربطی نداره، حالا حتی اگه آخرش ا باشه. خب وقتی مؤنث اصلا تغییری نمیکنه اسم، ولی اگه مذکر باشه حتما در یونگن میشه دن یونگن، در حالت آکوزاتیو دم یونگن. شما فقط این تغییر اسامی رو نگاه کنید، آرتیکل ها رو دیگه بلدید خودتون، یعنی میدونید که در تبدیل به دس میشه. این مطلب جدیدی نیست، این آرتیکل هایی که من براتون زیرش خط کشیدم. مهم اینه که شما بدونید یونگه یعنی چی؟ یعنی الان تو حالت آکوزاتی من اگه بخوام این ترجمه کنم بازم اینه پسر بچه یا پسر ترجمه کنم. فکر نکنید این یونگن جمع شده. این یکی میشه پسر بچه یا پسر، این هم همینطور. این هم میشه پسر بچه یا پسر. درست؟ پس تو تمامی اینها همه اسامی مفرده. فکر نکنید یونگن جمع شده. خب؟ و تمام اسامی در حالت جمع پایانه ای ان میگیرن. یعنی الان دن یونگن اگه اینجا بخواد جمع بشه میشه دی یونگن. از کجا میتونید این وقت اینجا چی میشه؟ میشه معنیش میشه پسر بچه ها، ولی در چه حالتی؟ در حالت آکوزاتی. خب پس دن میشه دی، این آرتیکلشه دن میشه دی. از اینجا میفهمی که آها پس این یونگنه اینجا با این یونگنه اینجا فرق میکنه. میگیم چرا؟ میگیم از رو آرتیکلش دی یونگنه ولی اینجا دن یونگنه. درست شد؟ ولی تمام، خوب گوش کنید اینو با اینجا مینویسم با عنوان یک نکته، تمامی اسامی مذکر که به ان دکلیناسیون ختم شده اند در حالت جمع ای ان میگیرند. درست؟ ای ان میگیرند. پس این به عنوان یک نکته خیلی مهم داشته باشید، اینو قرمز میکنم. حالا درسته شما میگین خب قبلا هم ای ان گرفت، حالا این یونگن یه استثناء دیگه، اینجا میبینی ای ان داره. خب ولی بعضی از اسامی هستش که در حالت مفردش ای ان نداره ولی در حالت جمع حتما ای ان میگیره. الان دم یونگن باز هم میشه چی؟ دی ببخشید دن یونگن، جمع داتی به دیگه. درسته؟ و دس یونگن باز چی میشه؟ میشه در یونگن. یادتونه دیگه تو حالت جمع دی میشد در و یونگن به این صورت باقی میمون. پس این دن، دن جمع داتیویه که آخرش هم به ان ختم شده، ای ان ختم شده، و دی گنتیویه که به در ختم شده. این تا اینجای کار. خب این اگه من بخوام شماره گذاری کنم این میشه حالت شماره یک دیگه، یعنی قاعده اولمون. اگه در جمله اسمی داشته باشیم، اسم مذکر باشه، آخرش به ا ختم بشه. میخوام قاعده دو رو بهتون بگم. بازم میگم اگه ما در جمله اسمی داشته باشیم و آن اسم مذکر باشه و آخر آن اسم به ای S T، دیگه آلمانی باید بگیم دیگه، I S T انگلیسی میشه، E S T میشه آلمانی، به E S T ختم بشه چه اتفاقی میفته؟ حالا یه سری مثال براتون میزنم
مثلا ما داریم اسم مثلا که به EST ختم خوش میخوام دیگه خب دستم خورد رو پازه. مثلا اسم پولیتزیست پولیتزیست که ام هست در واقع منظورم این که ماسکولین هست. حالا اینجا ننوشتم که چه اتفاق میفته در پایان وقتی به EST ختم بشه اینجوری می نویسم پایانه N می گیره درست؟ پس پولیتزیست حالا که آخرش EST هست و مذکر هم هست چی میشه؟ در پولیتزیست میشه مثلا دن پولیتزیستن پس ان میگیره و همینطور به ترتیب دیگه. الان دن پولیتزیستن شما از دن متوجه میشید آکوزاتیوه و میدونید دیگه بقیهشو من نمینویسم که وقت ویدیو رو بگیره و دن پولیتزیستن میشه و بعد در نهایت میشه دس پولیتزیست. حالا من اینا رو دیگه براتون نمینویسم برای اینکه فقط در حالت در واقع آکوزاتیویشو مینویسم. حالا یه تغییرشو مینویسم یا اصلا اونم نمینویسم. مینویسم پولیتزیست میشه پولیتزیستن بیان. اینم نمینویسم که شما بدونید اسم منظور منه که تغییر میکنه دیگه. آرتیکلی که شما بلدید. خب یه دونه در واقع ما برای EST میخواستم مثلا یه کلمه دیگه براتون بگم. اینو بذاریم من بیارم بالا تغییر بده که خب یه کلمه دیگه که میخوام براتون بگم کلمه مثلا ژورنالیست که بازم چی هست؟ مذکر هست و تغییرش بازم میشه ژورنالیست تن یعنی ای ان میگیره. این ژورنالیست در واقع فقط ای استیش بر ما مهمه که مشکیش میکنم و ژورنالیست تن که اون ان آخرش رو گرفته. خب پس میبینید که چون اسامی مذکر هستش و به EST ختم میشه باید بشه AN آخرش میگیره. این بالا هم که براتون مثال دادم. قاعده سوم اینم بعضی وقتا که بود من اذیت میکنه. خب بذارید من اینو کپی کنم چک کنم. خب قاعده سوم میگه اگه ما در جمله اسمی داشته باشیم اون اسم مذکر باشه و آخر آن اسم به ant and یا ant ختم بشه خب پایانه an میگیره. حالا یعنی چی؟ مثال براتون میزنم مثل دوک توراند مثل الفانت مثل استودنت. این ستا آنده گرفته اولیش بعد آنته گرفته که بهتون گفته بودم این دومیش و انته گرفته همه اینا چی هست؟ مذکر. خب هر کدوم از اینا که الان نوشتم با پایانه هاش گفتیم اگه یه اسم مذکر باشه همه اینا مذکر دکتران رلفان شدودن همه اینها گفتیم چی میشه اگه اینها باشه چی میشه پایانه ان میگیره. حالا بستگی داره که شما تو چه حالتی دارید استفاده میکنید. آرتیکلش رو بر اساس اون حالت آکوزاتیو داتیو یا گنتیو بنویسید ولی خود اسم چه تغییر میکنه دکتران دن درست پس ان میگیره این الفان تن باز ان میگیره و استودن تن. خیلی من فکر میکنم خیلی به کرات ما این استودن تن رو میبینیم و فکر میکنیم شاید جمع کلمه جمعه ولی همین ان دکلیناسیون هست برای همین میگفتم که اینو باید یا مثلا پولیتزیستن رو ما میبینیم تو جمله ژورنالیستن ژورنالیستن رو ما میبینیم این رو باید
حواسمون باشه که حتی خود یونگر، یعنی اسامی رو الان براتون مثال میزنم که اغلب اوقات توی متن‌ها دیده میشه. حالا و در نهایت یه سری اسامی که حالا این آیین قاعده 3 بود بچه، چون من کپی کردم اینو فراموش کردم. پس ما تا حالا 3 تا دستبندی برای شما گفتم. گفتم یکی این که مذکر بشه به ا ختم بشه چه اتفاقی میفته، اینجا هم ننوشتم پایانه ان میگیره. پس پایانه ها همه در واقع ا نه، متوجه شدید دیگه، این در یونگ شده در یونگن، در واقع ان میگیره ولی هم پایانه ان هستش. اگه ما در جمع در جمله اسمی داشته باشیم، قاعده 2 گفتیم به ای اس ت ختم میشه چی میشه، و سومیش هم گفتیم اگه به این سه تا ان به ان ت و ان ت ختم بشه چه اتفاق میفته. حالا همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، اولا که این بحث هنوز کامل نیست، شما مطمئن باشید که دوباره توی سطح بیتسپای ما دوباره با همدیگه این رو خواهیم داشت، نمیدونم چه زمانی، ولی حتما توی سطوح در واقع بالاتر حالا از بیتسپای به بعد بازم اندکلیناسیون رو حتما کامل تر بهتون میگم. دلیلش اینه که باید در حد سطح گفته بشه، چون به جز این که فقط فراوانی مطلب واسه شما هست چیز دیگه نیست و تو امتحان رو از شما در همین سطح میخوان که شما تشخیص بدید. چند تا هم استثناء وجود داره که چون من اولش اگه یادتون باشه بهتون گفتم که حتما باید اون اسم مذکر باشه، درسته؟ گفتم اسم باید مذکر باشه، ما به اسم مؤنث و خنثی کار نداریم. مثلا از اونجایی که همیشه در زبان آلمانی استثناء وجود داره، چند تا استثناء هست که براتون مثال میزنم. در مورد بذارم اول اینجا بنویسم استثناء، فراموش نکنیم. حالا این استثناء چی هست؟ اگر کلمه هرت باشه که در واقع نویترال هست، خب داس هرت هست دیگه، بذارید اینجوری بنویسم که یادتون بمونه. اگر هست داس هرت، خب در همین حالت در حالت آکوزاتیو هم میمونه داس هرت، بعد میشه در حالت داتیو میشه دم هرتسن، و در حالت ژنتیو میشه دس هرتسنز. خب پس اینا رو که بذارم اینجا بنویسم، آکوزاتیو، داتیو و ژنتیو. پس این استثناءه. چرا استثناءه؟ به خاطر که من بهتون گفته بودم فقط اون قاعده اندکلیناسیون فقط برای اسامی مذکر میاد. بعد شما میگی خب هرت که نویترال هستن، برای چی داریم برای این استثناءه دیگه؟ تنها کلمه استثناء توی نویترال هستش، در واقع توی خونسا هستش. یا مثلا کلمه دیگه هستش که ما گفته بودیم باید پایانش اینو 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 این باشه که مثلا این تغییرات رو بکنه. ما یه کلمه داریم درمنش که به شدت این استفاده میشه، درمنش اصلا پایانش هم نه ای اس ت هست، نه آ ان د هست، نه آ ان ت هست، اینه که بهتون گفته بودم، نه ا هست، هیچی نیست، پایانش چی هست؟ اس ها. ولی اصلا هیچ ربطی به این نداره، فقط در حالت آکوزاتیو همین درمنش میشه درمنشن. خب بشر ها، دم منشن جمع نیستم، دس منشن. ببین من چند بار تاکید میکنم این که ای ان میگیره پایانه جمع نیست بچه، این هنوز به همون شکل مفرده، فقط ظاهر کلمه تغییر میکنه. اینو خیلی دقت کنید، من دیگه نمینویسم دیگه، این آکوزاتیو دن منشن، دم منشن داتیو، دس منشن چی هست؟ ژنتیو. دیگه اینا رو خودتون میدونید. و یه کلمه دیگه که بازم به شدت استفاده میشه و جزء استثناءات در ناخبار هست، همسایه. بازم همسایه توی حالت آکوزاتیو میشه ناخبارن، ولی هنوز میشه همسایه، نمیشه همسایه ها. همسایه در حالت داتیو بازم میشه ناخبارن، ولی دم ناخبارن، و دس ناخبارن بازم میشه همسایه، و در حالت ژنتیو. این در واقع این ستایی که بهتون گفتم، یکی داس هرت، یکی در منش، و یکم در ناخبار، اینو حفظ بکنید به عنوان استثناء
بقیه هم که دیگه همه اسامی مذکره که این سه تا قاعده درش به کار رفته باشه. فعلا در سطح به آن این موارد هستش. خب براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که مطلب خیلی براتون سنگین نبوده باشه. میدونم که مطلب خیلی خوشایندی نیست، ولی بعد وقتا هم دیگه چاره ای نیست دیگه. تمریناشو براتون میذارم، امیدوارم تو تمرین براتون بهتر جا بیفته. روز روزگارتون خوش، خدا نگهدار.